چند روزی میشه وقتی میخواییم به سرورهای GTA آنلاین وصل بشیم دیگه نه DNS جواب میده و راهکارهایی که قبلا هم استفاده میکردیم دیگه جواب نمیدن و کلن به سرورهای GTA آنلاین وصل نمیشیم. چه اتفاقی افتاده؟ اصلا راکستار تحریممون کرده؟ مشکل از اینترنت خودمونه؟ و سوال خیلی مهمی که به وجود میاد، با این وضعیت چجوری باید به سرورهای GTA آنلاین وصل بشیم؟ امروز قرار جواب تمامی این سوالا رو بهتون بدم. پس قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو مهم، یه لطفی بکنید، این ویدیو رو لایک کنید. لایک شما باعث میشه تمامی پلیرهای این بازی از این اتفاق بعد باخبر بشن و حتما قسمت کامنت ها نظرتون رو در این مورد بنویسید و حتما چک کنید ببینید کانال رو سابسکرایب کردید یا نه. دم همتون گرم، بزن بریم سراغ این ویدیو مهم. Let's go. سلام و درود، مستر راهی هستم. امیدوارم که حال دل تک تک شما عزیزان خوب باشه. به یه ویدیو جدید از کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. اول از همه تشکر کنم، خیلی حمایت میکنید، هر ویدیویی که میذارم واقعا میترکونید، همین باعث میشه که ویدیوهای خیلی با کیفیت و خفنتری براتون بسازم. میخوام این به بعد اول ویدیو واقعا ازتون تشکر کنم، چون راه جبران این همه حمایت ها رو نمیدونم چیه. خب دوستان، برسیم سراغ مهمترین اتفاقی که افتاده. متاسفانه توی کل این جهان هستی ما کلن مشکل داریم، مشکل وصل شدن به سرورهای GTA آنلاین. که آقا اصلا چرا ما وصل نمیشیم؟ اصلا چی شده؟ قبلا من وصل میشدم، چند ساعت پیش وصل میشدم، الان چرا وصل نمیشم؟ آقا راست هم میگن دیگه، چرا مثلا دیروز وصل میشدیم امروز وصل نمیشیم؟ چرا DNS ها دیگه جواب نمیده؟ اصلا راکستار تحریم کرده، پلیستیشن تحریم کرده، چی شده؟ اصلا چه اتفاقی افتاده؟ مقصر این وسط کیه؟ چند روز پیش من دیدم آقا سخت دارم به سرور رو وصل میشم، میخواستم یه ویدیوی رکورد کنم که ویدیوش هم اپلود کردم، قسمت دیسکریپشن لینکش هم میذارم دوست داشتید ببینید. داستان اینجوری شد که من وصل نمیشدم که آقا رکورد بگیرم، یا وصلم شدم رفیقان وصل نشدن که بیان کمکم کنن. بعد خیلی سریع اومدم توی تلگرام گذاشتم آقا شما هم این مشکل رو دارید؟ که دیدم آقا آره، همه این مشکل رو پیدا کردن. گفتم خب داستان چیه؟ چرا یهو این مشکل اومد؟ مثلا یکی میگفت آقا من همراه اولم وصل میشم، یکی میگفت نه من همراه اولم وصل نمیشم، میگفت این DNS رو بزن، نه کار نکرد، مخابراتم وصل میشم، مخابراتم وصل نمیشم. مثلا دیوونه بازار بود توی گروه ایران گلیچر، اینجوری بود که من فلان اینترنت رو دارم وصلم، یه ریپلای میخورد من همین اینترنت رو دارم وصل نمیشم. یعنی اصلا اهمیتی نداشت اینترنت چی باشه، 50-50 شانس ورود به GTA آنلاین داشتی. تمامی DNS ها تست شده، برای بعضی ها کارساز بوده، که در ادامه راهکارهای موجود برای وصل شدن به سرورها رو بهتون میگم. ترسیدم، حقیقتا ترسیدم. خیلی سریع خودم و آرمان لوکس به ساپورت های راکستار پیام دادیم، گفتیم آقا یه داستانی پیش اومده، ما متاسفانه تو ایرانیم، گیمر هم شدیم، بدبختیمون گیمر هم شدیم، الان وصل نمیشیم به سرورها، شما کاری کردید یا نه مشکل از خودمونه؟ که بعد از اینکه ایمیل ها رو ما دادیم، من یه قسمتی از سایت رو چک کردم، دیدم اصلا خود راکستار اومده صحبت کرده که گفته آقا چرا شما به سرورها وصل نمیشید. یه نکته هم بهتون بگم، اگه من دارم این پایین رو نگاه میکنم، داستان اینه که یه سری چیزا رو نوشتم که یه موقع اگه از ذهنم پرید بهتون بگم، یا یه متنی رو نوشتم از رو متن بخونم که ویدیو خیلی پرباری باشه و تمامی نکاتی که تو ذهنم بود و آماده کردم رو بهتون بگم. بالاخره گفتم اینو باهاتون در جریان بذارم که یه قسمتی از سایت راکستار بود که من دیدم در مورد بلاک شدن آی پیه، در مورد وصل نشدنه، که رفتم سایت رو چک کردم. ببین داخل سایتش اصلا خود راکستار گفته آقا ما آی پی های مضر رو برای پلیرها، برای امنیت پلیرها محدود میکنیم. حالا این آی پی های مضر اومده اصلا مثال زده که گفته آقا این آی پی های مضر یعنی چی؟ که آقا مورد اول گفته اگه یکی به صورت مخفیانه به آی پی شما دسترسی پیدا کنه، به شبکه شما دسترسی پیدا کنه و شروع کنه یه سری ترافیک های مضر تولید کنه، راکستار میاد آی پی شما رو
به طور موقت مسدود میکنه که اتفاقی حالا برای پلیراش نیفته علاوه امنیت و هزار تا چیز دیگه. مثال دومش میگه آقا شاید مشکل از ISP باشه. ISP یعنی چی؟ یعنی اینترنت سرویس پرووایدر، یا بذار خلاصه بگم مخابرات، شاتل، تکنت، آسیاتک، اینا چیزی که به ما اینترنت میده دیگه، شرکتی که به ما اینترنت میده. گفته آقا شاید مشکل از اون باشه که میاد یه IP رو به یه نفر دیگه هم میده که همین باعث میشه که شاید نفر دوم اومده شروع کرده به یه سری حرکت ها، مثلا همین ترافیک های موزر ایجاد کردن که راکستار بسته، که گفته آقا راهکارش یه زنگ بزن به شرکت اینترنتت بگو آقا من میخوام IP مو عوض کنی، که دیگه اینو من نمیدونم اصلا مخابرات یا این شرکت ها ما زنگ بزنیم جوابمونو میدم بگیم IP عوض کن چی میخواد بگه؟ واقعا موندم میخوام زنگ بزنم ببینم اگه واقعا IP مونو عوض کنن درست بشه، که اطلاع بدم بگم آقا همه تو زنگ بزنید بگید آقا IP همونو درست کن، ما میخواییم بشینیم بازی کنیم، که همچین چیزی هم بعید بدونم باشه. ولی خب مشکل کلن از ISP اینترنت ایرانه، کسایی که اینترنت رو گرون کردن، قرار بود 30% گرون بشه، 30 و خورده درصد، الان 100% گرون شد. اصلا چرا باید اینترنت گرون بشه؟ اونم اینترنتی که اصلا ما ازش نمیتونیم درست استفاده کنیم. VPN بزن، پروکسی بزن، تحریم شکن بزن. اصلا من ایمیل راکستار رو براتون بخونم خندتون میگیره که ما اصلا واقعا چرا توی ایرانیم. خب من ایمیل زدم به راکستار، آرمان لوکس ایمیل زد و جواب ایمیل ها اومد، جواب داد و گفت آقا اگه این داستان رو براتون پیش اومده DNS بزنید. و حتی بنده خداها نمیدونن که ما سال هاست با یک سری DNS سر پاییم و اصلا با یک سری DNS میتونیم یه ذره درست حسابی بازی کنیم. DNS نزنیم یا اصلا وصل نمی شدیم، یا اگر وصل می شدیم درست حسابی وصل نمی شدیم، میرفتیم پابلیک میافتادیم بیرون. که خودشون DNS گوگل رو پیشنهاد دادن، گفتن DNS گوگل رو بزنید درست میشه، که من تست کردم اینترنت ایرانسل تست کردم، DNS گوگل رو همراه اول دارم تست کردم، مودم سیم کارتی دارم تست کردم، مخابرات هم دارم تست کردم، کلن وصل نشد با اون DNSی که به این پیشنهاد دادن. و براتونم متنشو میذارم ببینید، به این پیشنهاد DNS دادن، گفتن آقا DNS بزنید درست میشه، ولی درست نشد و جواب نگرفتم. دومین راهی که ساپورت به من داد و راه خیلی مسخره‌ای بود، گفت کلیر کچ بزن، کلیر کچ کنسول بزن، ریبیل دیتابیس بزن که شاید درست بشه. و فکر نکنم این راه به درد ما بخوره، ولی من امشب همین کار انجام میدم. اگه درست شد یه کامیونیتی پستی، یه حتی پست بلندی، یه حرکتی میزنم و بهتون یاد میدم. خب با جوابای راکستار متوجه این شدم که اصلاً هیچ موردی از سمت راکستار نبوده و تمامی این اتفاقات برای زیرساخت‌های اینترنت کشوره. یعنی الان باید آقای وزیر ارتباطات بیاد به ما که جامعه گیمرها رو تشکیل میدیم جواب پس بده که چه اتفاقی افتاده، چرا باید هم اینترنت گرون بشه هم دسترسی ما از یک سری گیم‌ها کم بشه. و خیلی خنده داره، داریم پول بیشتر میدیم به جاش محدودتر میشیم. و آخر پیامی هم که راکستار به امداد گفت اگه اتفاقی نیفتاد و وصل نشدی حتما اینو ریپلای بزن و بهم بگو که وصل نشدی، اصلا شکی نکن بهم خبر بده. که خب من دوباره پیام دادم، گفتم آقا ما بیش از 70% پلیرهای ایرانی مشکل وصل شدن به سروراتو داریم و وصل نمیشیم، DNS میزنیم، همه کار میکنیم، فقط باید VPN بزنیم تا وصل بشیم. و خلاصه گفتم آقا ما گیمرای ایرانی مشکل داریم و کلا وصل نمیشیم. حتی هم آخرش پرسیدم، گفتم شما توی شرکت توی سروراتون تغییر دادید و ما رو محدود کردید، IP ایران محدود شده. و دوباره راکستار جوابمو داد. اولش خدایی اصلا چی میگن، خیلی عجیب بود برام، تشکر کرد ازم و عذرخواهی کرد و یه لینکی بهم داد که لینکشو قسمت دیسکریپشن میذارم، اونجا وضعیت کامل سرورای راکستار رو میتونید ببینید، ببینید یه سرور بازه، بسته است، چی شده. تمامی سرورهای راکستار درسته، هیچ موردی سرورهای راکستار نداره و تمامی اتفاقات برای ایرانه، اینترنت ایران
زیر ساختاش به یه مشکلی خورده، یه داستانی پیش اومده و این اتفاقات افتاده. خب من حالا یه ذرم کات میزنم که الان 16 دقیقه شده دارم میبینم، ولی خب یه ذره کات و این چیزا میزنم حرفای اصلیم بمونه. کلن برسیم سراغ وصل شدن شما به بازی. 3 راه بیشتر نداری. راه اول، مهاجرت کنی، خیلی راحت هم پیشرفت کنی هم بتونی خیلی با خیال راحت گیم بزنی. راه دوم DNS و راه سوم VPN. برسیم سراغ راه اول که پول میخواد، یه ذره داستان داره، نمیتونیم انجامش بدیم. میرسیم سراغ راه دوم. یک سری لیست DNS براتون گذاشتم و الانم دارید میبینید که اصلا چجوری باید به DNS ها کانکت بشید و اصلا چجوری باید DNS ها رو روی اینترنتتون بزنید. با توجه به آموزشی که دادم و DNS هایی که گذاشتم اسکرین شات بگیرید. اگه DNS ها بهتون جواب داد، قسمت کامنت ها حتما بنویسید که مثلا اینترنت هم مخابراته، با DNS 888 به GTA آنلاین وصل شدم. این باعث میشه که کسی هم که مخابراته DNS گوگل رو تست کنه و جواب بگیره. حتما پس این کار رو انجام بدید چون کار به شدت مهمیه. لیست DNS ها رو دارید میبینید، کلی DNS مختلف براتون گذاشتم. برسیم سراغ راه سوم، VPN. یا راه دوم نمیدونم. ببین راه سوم که VPNه، من ولوش 4 ماه پیش، آره 4 ماه پیش آموزش دادم که گفتم آقا اینجوری باید به سرور را وصل بشید که بتونید از گردونه کازینو استفاده کنید. هیچ موقع فکر نمی کردم این آموزش رو یه بار دیگه بیام بگم که آقا اگه دوست دارید به سرور را وصل بشید برید ویدیو رو ببینید. گفتم این برای اینه که کسایی که میخوان گردونه کازینو رو بچرخونن، ولی برید ببینید دیگه. 4 ماه پیش ساختمش برای کسایی که PC یا لپتاپ دارن. خب میخوام بهتون یه آموزشی بدم که بتونید با استفاده از گوشیتون VPN شیر کنید به کنسولتون. این روش با آیفون، من نتونستم با آیفون این کار انجام بدم، ولی با گوشی اندرویدی که دارم تونستم و الان میخوام بهتون آموزشش رو بدم. برای من کانکت نشد، نمیدونم داستانش چیه، ولی بهتون آموزشش رو میدم. اگه کانکت شد حتما بنویسید. راهکاری که برای خیلی جواب میده، هم ایرانی هم یه سری از خارجی های مناطق محروم، بریم آموزش اینم بهتون بدم. آموزش اتصال با کامپیوتر و لپتاپ رو بهتون یاد دادم که VPN اصلا چجوری باید شیر کنید. لینکش این بالا براتون میاد، شاید هم این بالا میاد، نمیدونم، و حتما برید ببینید. قسمت دیسکریپشن لینکش رو براتون میذارم. شاید PC یا لپتاپ نداشته باشید، بگید خب من چیکار کنم، بهتر الان یاد میدم. با گوشید شروع کنی به انجام دادن یک سری مراحل، ببینیم برات عملی میشه یا نه. بزن بریم. خب شما در مرحله اول باید بیاید روی کنسولتون و باید از گوشی که میخواید VPN شیر کنید به کنسول حتما اینترنت رو هاتسپات کنید. این نکته خیلی مهمیه. الان من وقتی که برم قسمت نتورک، اینترنت رو از گوشیم هاتسپات کردم به کنسولم. وقتی که این کار انجام دادید باید قسمت ویو کانکشن استاتوس رو بزنید و باید بگردید دنبال IP دیفالت گتوی‌تون. همونجور که میبینید از این قسمت میتونید IP دیفالت گتوی رو پیدا کنید. خب شما وقتی که این کارو کردید، الان باید بیاید روی گوشیتون. الان صفحه گوشی رو دارید. حالا شما باید برنامه کیوی VPN و اوری پروکسی رو دانلود کنید. خب اولش بریم سراغ برنامه اوری پروکسی. روی اوری پروکسی بزنید و سمت چپ بالا یه منوی داره، یه سخط داره، سخط رو بزنید، ستینگ رو بزنید، از قسمت HTTP پروکسی IP دیفالت گتوی‌تون رو پیدا کنید. خب من IP دیفالت گتوی‌ام این بود و هیچ تغییر بهش نمیدم. پورت هم باید 8080 باشه. خیلی اینجا نکته مهمی. حالا بک رو میزنیم و گزینه اولی HTTP رو فعال میکنیم. وقتی که فعال کردیم، حالا شما همونجور که میبینید بهتون یه هاست و یه پورتی داده. حالا شما باید دوباره بیاید روی کنسولتون و برید قسمت ستاپ کانکشن و دوباره روی
هات اسپاتی که از گوشیتون کردید، اینترنت گوشیتون ادوانس ستینگ رو بزنید. وقتی هم که این کارو کردید، پروکسی ستینگ رو بذارید روی یوز و باید پورت و آدرس آی پی که این برنامه بهتون داده رو اینجا وارد کنید. من الان از قبل وارد کردم و فقط اوکی رو میزنم. خب شما وقتی که این کار انجام دادید الان دیگه کاملا تموم، فقط میمونه آخرین مرحله که باید انجام بدیم. کیوی وی پی ان رو باز کنید و حالا یا اوپن وی پی ان رو انتخاب کنید یا کیوی گارد، ببینید کدومش وصل میشه و شما روی سرورها بزنید و باید شما گیم پروکسی رو انتخاب کنید. گیم پروکسی رو که انتخاب کردید باید کانکت رو بزنید. وقتی که کانکت رو میزنید الان دیگه کارمون با وی پی ان تموم شده و با برنامه اوری پروکسی هم دیگه کاری نداریم و شما وقتی که این کار انجام میدید دیگه تمومه و باید بتونید از جی تی ای آنلاین استفاده کنید و به سرورهای جی تی ای آنلاین وصل بشید. خب دوستان، شما وقتی که این کار انجام میدید دیگه تمومه، دیگه نیازی به هیچ کار دیگه ندارید و فقط باید وصل شید به سرورهای جی تی ای آنلاین. اگه وصل نشدید یه نکته‌ای وجود داره، احتمال داره اون وی پی ان برای اینترنت شما کار نکنه و باید وی پی ان های مختلفی تست کنید. اگه وی پی انی تست کردید و کار کرد حتما قسمت کامنت ها بنویسید تا بقیه هم بتونن ازش استفاده کنن و راه حل های دیگه هم اگه وجود داشت حتما براتون ویدیو جداگونه میگیرم. و همین، این از آموزش کامل وصل کردن وی پی ان از گوشی به کنسول. من خودم وی پی ان رو از پی سی وصل میکنم به کنسول، راه 100% اون، ولی این راه هم ممکنه براتون جواب بده، ولی برای من به شخص جواب نداد. گفتم بهتون بگم چون میدونم این روش روشیه که برای خیلی ها جواب میده و با یک سری اینترنت ها و یک سری وی پی ان ها این اتفاق میفته و میتونید ازش استفاده کنید. خب دوستان، حرف دیگه باقی نمیمونه. امیدوارم که تا آخر این ویدیو رو نگاه کرده باشید. اگه تا آخر اومدید لایک بزنید. لایک شما باعث میشه که این ویدیو وایرال بشه و بقیه هم داخل یوتیوب ببینن و ببینن چه بلایی داره سرمون میاد. حرف دیگه باقی نمیمونه. امیدوارم که انرژی منفی بهتون نداده باشم. همیشه سعی میکنم داخل ویدیوهایی که میسازم خیلی شوخی کنم، کلی پر انرژی باشم، هزار تا حرکت بزنم، ولی با اتفاقاتی که افتاده یه ذره میدونی چی میگم، ناامید شدم، نمیدونم چی بگم واقعا. امیدوارم که درست بشه و همین، دمتون گرم، حمایتمون میکنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. حرف دیگه باقی نمیمونه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای مهربان میسپارم. تا ویدیوی بعدی و گیلیچه بعدی از کانال ایران گیلیچه، فعلا بدرود.